بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که تا به این لحظه و این ساعت روز خوشی رو سپری کرده باشید. دست از پذیری، اعتماد، قیمت، سه تا پارامتر مهم در تجارت که به صورت سلسله‌وار باید رعایت بشن تا شما بتونید تجارت موفقی رو داشته باشید. وقتی میگم به صورت سلسله‌وار باید رعایت بشه، یعنی فاکتورهای بعدی در راستای فاکتورهای بعدی هستند. شما در تجارت باید اعتماد سازی کنید. مشتریانی که میخوان از شما خرید کنند باید به شما اعتماد کنند. باید قیمت مناسبی بدید تا این سطح اعتماد سازی بیشتر بشه. ولی سوال اولی که باید از خودتون بپرسید اینه: کدوم مشتری؟ یعنی من تمام پارامترهای اعتماد سازی رو دارم رعایت میکنم، دارم قیمت خوب نسبت به بازار میدم، اما به چه مشتری؟ شاید بگم مهمترین مشکل تولید کنندگان ایران همینه. اگر نمیتونن تولید کنن، اگر ظرفیت تولیدشون ناقصه، به خاطر اینکه مشتری ندارن. در واقع دسترس پذیری خودشون رو بالا نبردن. امروز میخوام در مورد دسترس پذیری باهاتون صحبت کنم و بگم که سیگنال چقدر میتونه در رشد تجارت شما اهمیت داشته باشه. و اما سیگنال یعنی فرصت فروش، یعنی ورودی هایی از افرادی که به نحوی با محصول شما سر و کار دارن. میتونه مشتری باشه، میتونه تامین کننده یا تولید کننده باشه، میتونه پخش کننده باشه یا هر چیز دیگه ای. فارغ از اینکه کیفیت این سیگنال ها به چه شکلی هست، آیا قوی هستن یا ضعیف، در وهله اول باید تلاش کنید تا میزان ورودی خودتون رو بالاتر ببرید. روش‌های مختلفی برای جذب سیگنال وجود داره، از بازارهای حضوری گرفته تا شبکه‌های صنعتی تا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و همه فضای مجازی و در نهایت اینترنت. اون چیزی که ما به شما پیشنهاد میدیم استفاده از بستر موتورهای جستجو یا همون گوگل هست. تا جایی که میتونید تبلیغات خودتون رو در بستر گوگل بالاتر ببرید. چه بخواید چه نخواید، مردم به سمت اینترنت گرایش پیدا کردن و مخصوصا تجار، چون دنبال افراد واقعی و ریل میگردن، گوگل رو بهترین ابزار برای پیدا کردن فروشنده ها یا اصطلاحاً تاجران اون محصول میدونن. پس تا جایی که میتونید سیگنال های خودتون رو افزایش بدید، تلاش کنید تا ورودی های بیشتری به دست بیارید و در نهایت بتونید کیفیت سیگنال های خودتون رو تفکیک کنید و بالاترین سود از تجارتتون برداشت کنید. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. تا آموزش دیگه شما رو به خدا میسپارم. پیروز سربلند باشید. خدا نگهدار.